خب از اونجا که فصل یه فصلیه که خب هم آلرژی زیاده توی این ایام، توصیه شما چی هست تو اینجور مواقع؟ آلرژی که باعث عطسه و سرفه و امثال این موارد میشه خیلی شایع در این فصل، در فصل بهار خیلی موارد شایع میشه، اونم به خاطر همون اخلاط داخل بدنه که بدن در واقع داره خون جوشش میکنه، داره زایش میکنه، داره تغییرات از بحث حرارت خون و از حرارت بدن سلول ها دارن تغییر میکنن. حالا شما اگه به تغذیه تغییر نکنه و همون تغذیه قدیمی که در همون فصل قبل داشتی باشه، خواهناخا واکنش های بدن زیاد میشه، عطسه زیاد میشه، سرفه زیاد میشه. آنتی هیستامین که مصرف میکنی در واقع اون هیستامین های بدن رو داره چیکار میکنه؟ میخواد فلج کنه که واکنش ها نباشه، در حالی که شما باید عامل اصلی رو شناسایی کنی که چرا این داره ترشح میشه، چرا داره این واکنش ایجاد میشه. و این واکنش ها اول علت اصلیش تغییر آب و هواست که در بدن ما داره تغییرات اعمال میشه، ولی ما باید از داخل از طریق تغذیه و موارد دیگه باید اون رو به تعادلی برسونیم که این نسبت بین بدن و بیرون حفظ بشه و بتونه در واقع بدن دچار اذیت و آزار نشه و سلول ها بتونن به راحتی مواد طبیعیشون رو جذب کنن و دفع و هضم و موارد دیگه شو به صورت درست انجام بدن. میشه آیا توصیه میکنید ما بخونیم تو اینجور مواقع؟ آره خب در فصلهای حالا وقتی آدم آلرژی پیدا میکنه قطعا گفتم تغذیه رو تغییر بده، تمرینات باید به گونه‌ای باشه که اگر عطسه و مثلا سرفه خیلی زیاده، چون عطسه پرتاب شدید هواست و این باعث میشه که به تارهای صوتی خیلی ضربه وارد میشه، حتی ما توصیه میکنیم صاف کردن و اینجور پرتاب حتی گلو در واقع هوا رو نداشته باشیم به این شکل، با که چرا اینا صدمه میزنه. پس ما باید اول کاری کنیم که اینها کاهش پیدا کنه. برای اینکه اینا کاهش پیدا کنه یکی یه سری عامل های تحریک کننده رو اول هضم میکنیم، عامل هایی که این واکنش ها رو شدید میکنن. شما اگر 24 ساعت قبل غذاها تو یادداشت کنی و یک بررسی کنی میفهمی که تو بدن تو داره چه چیزی چه واکنشی رو ایجاد میکنه. شما مثلا دیروز مثلا فلان غذا رو خوردی، امروز عطسات بیشتر میشه، دیروز فلان مواد غذایی رو مصرف کردی، امروز عطسات یا سرفهات بیشتر میشه. پس اونها رو باید یه تغییراتی بدی. اولین کار باید شناسایی اونها و حذف و یه تغییراتی تو اونها باشه. بعد حالا کارهای در لحظه هم میتونی یه سری کارهای رو انجام بدی، مثلا بخور گرفتن باعث میشه خیلی راحت خیلی آرام میشه این تحریکات تنفسات، چون تمام مخاطر و تمام این مجراها رو با بخور حالا گرم حالا یا بخورهای معتدل میتونید در واقع اونا رو چیکار کنید؟ به یه آرامشی برسونید و این التهابات حتی میتونه کاهش بده. بخور هم میتونه با مواد گیاهی مختلف، حالا به طبع چیز میتونه از گیاهان خیلی تند و یا گیاهان خیلی معتدل و مثلا معمولی تر استفاده بشه، مثل اوکالیپتوس. آره مثلا اوکالیپتوس، نعنا، پونه و خیلی از این گیاهان اینجوری میشه استفاده کرد. با این کارا میتونیم یه مقدار اینو کاهش بدیم. مصرف دمنوش ها و حالا این حتی برای سرماخوردگی هم که میتونه شایع باشه اینها میتونن مفید باشن. مصرف دمنوش ها، مصرف مایعات خوب، آب میوه ها، عسل و یه سری ترکیبات اینجوری، از خوردن یه سری مواد مضر و قندهای مصنوعی، از چربیهای مصنوعی اینا پرهیز بشه، اینا همه خیلی میتونن در اون کاهش اون واکنش ها کمک کنن. و حتما گوارش مطلوب و درستی داشته باشیم، یعنی اگر مثلا دفع ادرار و یا مطفوع اینو باید خیلی عالی و مرتب باشه که بتونه اون سموم در واقع دفع بشن و بدن بتونه به یه آرامش و یه تعادلی برسه و زودتر خودشو بتونه بازسازی کنه. و خیلی کارهای دیگه، از خوردن آش‌ها، سوپ‌ها و امثال اینها که میتونه تو این فصل خیلی کمک کنن، از خوردن سکنجبین و نمیدونم یه سری آبقوره‌ها و از این شربت‌های که با لیمو ترش تازه و امثال اینا میتونن اینها به اون موارد کمک کنن، بدن و هم مواد سمومش رو دفع کنن. خود آب سیب، یه سری آب میوه ها اینا فوق‌العاده عالین، هم مواد سموم دفع میشه، هم بدن اون تعادل در واقع توی بحث اون فشار خون یا اون حجم خون اینها میتونه جبران کنه و این آلرژی ها رو میتونه تا حدی کاهش بده. حالا بحث اینا خیلی مفصله ولی من خیلی سریع و گذرا دارم میگم. کلن یه لایف استایل خیلی سالم و هلسی میخواد خوانندگی، درسته؟ بله حتما. خیلی خوشحالم که خوانندم. آرار عالی، دقیقاً در واقع خوانندگی یک توفیق اجباری است که شما برای اینکه صدا بتونه مرتب باشه، هرچی نمیتونی بخوری، هر کاری نمیتونی بکنی، هر جور رفتار نمیتونی داشته باشی، خواب، خوراک، غذا، آب، هوا، همه اینها رو باید بتونی تو بهترین حالت داشته باشی. اگه داشته باشی خیلی موارد بهتر خواهد بود و ترجیحاً اینها میتونه به آدم کمک کنه به سمت چیزا. خب خودم خیلی وقت سالهاست بستنی آب یخ نمیدونم یه سری چیزها رو نمیخورم و به همین دلیل حتی به نظر من خودم خدمت کردم، چون اینها خواهناخا تو بدن نه تنها برای صدا، برای موارد دیگه هم میتونن مضر باشن و خیلی چیزهای دیگه که در واقع تو خوانندگی ما باید اونها رو مد نظر داشته باشیم. عالی بود، خیلی ممنونم ازت.